امواج الکترومغناطیس یکی از مباحث پیش دانشگاهی، بحثی بسیار بسیار ساده. ما در فیزیک وقتی میخوایم یک کمیت رو نامگذاری کنیم، معمولاً بر اساس این سه قاعده انجام میدیم. قاعده اول، نام دانشمندی که اون رو کشف کرد. مثلا قانون دوم نیوتن، شما متوجه میشید که نیوتن اون رو کشف کرده. دیگه چی؟ محلی که اون پدیده مشاهده شده. مثلا میگیم پرتو کیهانی. خب از این من متوجه میشم که این پرتو پرتویست که از آسمون به سمت زمین اومده. یا روش بعدی ماهیتش رو برای ما بیان کنه، مثلا امواج الکترومغناطیس. شما با دیدن یا شنیدن این کلمه امواج الکترومغناطیس متوجه میشید که دارای دو جزء است، یکی الکتریکی یکی مغناطیسی. راستی نمیخوای اول بدونیم تعریفش چیه؟ امواجی رو الکترومغناطیس میگیم که از خلا بتونن عبور کنن و برای انتشارشون نیاز به محیط مادی نداشته باشن. پس داریم امواجی هستن که برای انتشار نیاز به محیط مادی نداشته و از خلا نیز عبور میکنن، مانند نور، اشعه ایکس، امواج رادیوی، پرتو گاما و غیره. در واقع این پدیده امواج الکترومغناطیس برای اولین بار توسط دانشمندی به نام ماکسول پیش بینی شد و شخصی به نام هرتز تونست اون رو به صورت تجربی ردیابی کنه. پس میتونیم اینها رو به خاطر بسپاریم. ماکسول در سال 1873 بر اساس کارهای فارادی، آمپر، لنز و نظریه الکترومغناطیس رو مطرح و وجود امواج الکترومغناطیس رو پیش بینی کرد و یک دانشمند آلمانی به نام هرتز در سال 1887 به صورت تجربی امواج رو آشکار نمود. ممکن شما از من بپرسید آقای شابدین، این امواج الکترومغناطیس منشأشون کجاست؟ چه جوری ماکسول پیش بینی کرد که در اطراف ما یک موج الکترومغناطیس وجود داره؟ من برای اینکه جواب شما رو بدم، اول ازتون یه سوال میپرسم. به نظر شما آیا میتونید به من بگید منشأ میدانهای الکتریکی و منشأ میدانهای مغناطیسی چیه؟ اگر شما به این دو سوال من جواب بدید، من به سوال شما جواب میدم که منشأ امواج الکترومغناطیس چه خواهد شد. پس بچه ها، منشأ میدانهای الکتریکی یک، اولین چیزی که سال سوم خونده بودیم بارهای ساکن بود، بعدش بارهای متحرک، البته باید شتاب دارن باشن. ماکسول گفته بود اگر در ناحیه‌ای از فضا میدان مغناطیسی به هر دلیلی تغییر کنه، میدان الکتریکی به وجود میاد، بهتر بگیم میدان الکتریکی الغا میشه. و ما یاد گرفته بودیم منشأ میدانهای مغناطیسی آهنرباست، سیم حامل جریان یا همون حرکت بارها در داخل سیم، و سومیش نظریه ماکسول بود، میگفت اگر در ناحیه‌ای از فضا میدان الکتریکی تغییر کنه، میدان مغناطیسی به وجود میاد. نتیجه این عمل میدونید چیه؟ اگر بی تغییر کنه ای رو به وجود میاره، اگر ای تغییر کنه بی رو به وجود میاره. حالا من از شما سوال میکنم، به این 6 تا حالت نگاه کنید. من اگر میخوام یه موج الکترومغناطیس داشته باشم، باید روشی رو انتخاب کنم که در آن واحد بتونه هر دوی اینها رو بر من تولید کنه. کاملا مشخصه که بارهای متحرک شتابدار در هر دوتا مشترکن. به همین خاطر ما تو کتابمون این رو به عنوان نکته داریم، منشأ امواج الکترومغناطیس بارهای متحرک شتابدار هستن. این رو کاغذه، این در واقع تئوری مطلب هست که اگر ما یک ذره باردار شتابدار داشته باشیم، در اطرافش میدان مغناطیسی و الکتریکی به وجود میاد و میتونه یک موج الکترومغناطیس به وجود بیاره. اما اینکه چه جوری میتونه این کار رو انجام بده، در واقع باید وسیله ای رو درست کنیم به نام آنتن که بتونیم از اون طریق امواج الکترومغناطیس رو تولید کنیم. ولی قبل از اون دانش آموز از من سوال میکنه آقای شابدین، من اینو نمیفهمم، چجوری ما سال سوم خوندیم ولی اصلا متوجه موضوع نشدیم که اگر میدان مغناطیسی تغییر کنه میدان الکتریکی به وجود میاد؟ من از شما سوال میکنم، سال سوم وقتی میدان مغناطیسی تغییر میکرد، جریان رو چجوری به وجود میآوردیم؟ ببینید، من سوالی رو مطرح میکنم. در شکل مقابل اگر میدان مغناطیسی کاهش پیدا کند، جهت میدان الکتریکی القایی کدام است؟ ما یک میدان مغناطیسی برون سوی یک نواخت داریم، میخوایم ببینیم اگر این میدان مغناطیسی رو کاهش بدیم، جهت میدان الکتریکی القایی کدوم وری هست؟ این که میدان مغناطیسی تغییر کنه القای الکتریکی به وجود میاد رو کی گفته بود؟ ماکسول. آقای ماکسول، شما بر اساس چه قاعده این رو مطرح کردی؟ میگه من نگفتم، فارادی و لنز میگن. آقای فارادی لنز رو حاضرش بود ببینم، اومد اینجا ازشون میپرسیم، خب شما بگید ببینم، آیا شما گفتید که اگر میدان مغناطیسی تغییر کنه میدان الکتریکی به وجود میاد؟ میگن نه، ما کی همچین حرفی رو زدیم؟
میاد ازش سوال میکنه آیا شما نگفتید که اگر یک حلقه رو در داخل میدان قرار بدیم داخلش جریان به وجود میاد؟ چرا ما اینو گفتیم؟ قانون لنز و فاراده دقیقا همینو میگفت. خیلی خوب، من میخوام از شما در این میدان مغناطیسی جهت جریان رو به وجود بیارید. پس من میام یه شکل میکشم، یه حلقه بسته عمود بر میدان قرار میدم و طبق قانون لنز و فاراده میام جهت جریان رو مشخص میکنم. خب طبق اون قانون میگفتیم هرگاه از داخل یک حلقه بسته شار مغناطیسی عبور کنه و این شار مغناطیسی تغییر کنه، در داخل اون جریان القا میشه. شار مغناطیسی از رابطه آبی کوسینوس تتا به دست میاد. وقتی که میدان مغناطیسی ما کاهش پیدا میکنه، طبیعتاً شار مغناطیسی ما هم که با اون متناسب هست کاهش پیدا میکنه. اگر شار مغناطیسی کاهش پیدا کنه، یک بپریمی ظاهر میشد. اینو کی گفته بود؟ لنز. بپریمی ظاهر میشد که از کم شدنش جلوگیری کنه، یعنی همجهت بی. پس من میتونم بنویسم بپریم باید همجهت بی باشد. پس اگر همجهت بی من بپریم رو بکشم، حالا میتونم جهت جریان القایی رو مشخص کنم. شست رو میذارم در جهت بپریم، چرخش انگشتان جهت جریان القایی رو نشون میده. خب آقای ماکسول، ما اینو گفته بودیم، ما گفته بودیم جریان به وجود میاد، شما چجوری نتیجه گرفتید که میدان به وجود میاد؟ میگه خیلی خوب، صبر کن، عجله نکن، جواب منو بده. میشه به من بگی جریان یعنی چی؟ یعنی حرکت حامل های بار مثبت. خب حرکت حامل های بار مثبت نیرو محرکه نمیخواد، انرژی نمیخواد، عاملی نمیخواد که اینها رو به حرکت در بیاره. چرا؟ خب کو به من نشونش بده. داخل این سیم جریان برقرار شده، بارها دارن حرکت میکنن، ولی من هیچ عامل محرکی نمیبینم. چه کسی اینها رو وادار به حرکت کرده؟ جواب من رو بدید. اینجا دیگه جواب نداشتن بدن. راست میگه ها، این جریان برقرار شده، بارهای مثبت و الکترونها دارن حرکت میکنن. خب کی داره بهشون نیرو وارد میکنه؟ میگه خیلی خوب، منم همین رو میگم. میگم قبل از اینکه شما سیم رو بذارید، یک میدان الکتریکی در این جهت القا میشه. شما که سیم رو قرار میدید، این میدانهای الکتریکی به اون حاملهای بار داخل سیم نیرو وارد میکنن و اونها رو وادار به حرکت میکنن. پس ببین، قبل از اینکه جریانی به وجود بیاد، میدان الکتریکی القا شده. این میدان الکتریکیه که داره جریان رو به وجود میاره. پس از الان به بعد هر وقتی ما خواستیم جهت میدان الکتریکی القایی رو به دست بیاریم، باید به این شیوه عمل کنیم. دقت کنید، پس جواب این سوال الان مشخص شد که پاد ساعت گرد هست. من به عنوان نکته این رو به خاطر میسپارم، میگم بچه ها برای تعیین جهت میدان الکتریکی به شکل زیر عمل کنید. یک، ابتدا یک حلقه بسته عمود بر میدان رسم میکنیم. دو، طبق قانون لنز و فاراده تغییرات شار رو مشخص میکنیم. سه، اگر شار در حال افزایش بود بپریم خلاف جهت بی، و اگر در حال کاهش بود بپریم رو هم جهت بی رسم کرده و جهت جریان القایی رو تعیین میکنیم. این جهت جریان القایی با جهت میدان الکتریکی القایی به وجود اومده با هم دیگه برابر هستن. پس جهت میدان الکتریکی ای همون جهت جریان القایی است. سوال بعدی، در شکل مقابل میدان مغناطیسی در اون سو است. در حالتی که میدان الکتریکی القایی مطابق شکل خواهد شد که میدان مغناطیسی در حال کاهش ثابت و یک نواخت بماند، در حال افزایش باشد با آهنگ ثابتی دوران کند. خب من شکل اینجا میکشم، فلش هایی که مشاهده میکنید جهت میدان الکتریکی القاییه که همون جهت جریان القاییمون هست. طبق قاعده دست راست، اگر چهار انگشت رو در جهت جریان بذارم، شستم جهت بپریم رو نشون میده. پس من میتونم به راحتی بگم بپریم در اون سوه. حالا بپریم من با میدانهایی که از قبل وجود داشتن هم جهت شده. اگر بپریم طبق رابطه شار مغناطیسی آبی کوسینوس تتا، اگر بپریم هم جهت بی باشد، معنا و مفهومش اینه که داره جلوی کم شدنش رو میگیره. پس شار مغناطیسی در حال کاهش بوده. اگر شار مغناطیسی در حال کم شدن هست، پس جواب درست ما بی هم داره کاهش پیدا میکنه. حالا اگر من بخوام گزینه رو انتخاب کنم، میدان مغناطیسی در حال کاهش است، پس گزینه درست گزینه شماره یک میشه. این یکی از تمرین های کتاب و یکی از تست های کنکور سراسری بوده. پس دقت داشته باشید، اگر خواستید ببینید چرا میدان الکتریکی القا میشه، باید برگردید سال سوم. اول تعیین جهت جریان القایی رو خوب یاد بگیرید. هر طرفی که جهت جریان القایی شد، همون طرف هم میدان الکتریکی القایی به دست میاد.